محرک میتونی موفق بشی. اولین نوع محرک، محرک هل دهنده است. اولین نوع محرک توی زندگی ما، توی سیستم ما، توی نتورک ما، محرک هل دهنده است. یه ماشینی خراب میشه، شما به عنوان محرک هل دهنده داری هلش میدی، انقدر هل میدی تا روشن بشه. بعضی ها اینجا محرک هل دهنده دارن، لیدره بالا سریت محرک هل دهنده ته. داداش امروز جلسه رو بیا، خواهرم امروز جلسه رو بیا، دیر نکنی یا زود بیا، لیست چی شد پرزنت. بعضی ها اینجا محرک ها هل دهنده است واسه تو، یعنی لیدره داره تو رو هل میده، بالا سریت داره تو رو هل میده. محرک هل دهنده همیشگی و دائمی نیست، یه جایی قطع میشه. ماشین رو هل میدی روشن نمیشه، ولش میکنی. لیدره یه جایی ازت خسته بشه ولت میکنه، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار میگه اگه راه نیفتادی ولت میکنه. محرک هل دهنده نمیتونه دلیل موفقیت تو باشه. محرک هل دهنده نمیتونه تو رو به مقصد برسونه، چون اون محرک احتمال داره یه جای خودش اصلا زده بشه. شاید لیدر بخواد کار نکنه، شاید لیدر دیگه خسته شده میره نفر سراغ نفر بعدی. شما با محرک هل دهنده موفقیت شما حتمی نیست. دومین نوع محرک، محرک کشنده است، محرکی که تو رو به سمت خودش میکشه. شما در ایستی نیاز به یک محرک کشنده داری، محرکی که دلیل یا هدفی که تو رو به سمت خودش بکشونه. هیچ کسی ما رو بالا نمیکنه تو رو، خدای شب چه میدونم، پدرت رو بیشتر دوست داشته باش، مادرت رو بیشتر دوست داشته باش، بچت رو بیشتر دوست داشته باش. اونها محرک کشنده هست. تو چه بخوای چه نخوای، هر شب، هر روز و هر لحظه بیشتر عاشقشون میشی. تو نیاز به یه همچین چیزی داری. مگه لازمه من میگم آقا خواهرت رو بیشتر دوست داشته باش، برادرت رو بیشتر دوست داشته باش؟ اینها محرک کشنده. تو توی نتورک هم نیاز به یک محرک کشنده داری. یه دلیل انتخاب میکنی که اون دلیل تو رو به سمت خودش بکشه، اون دلیل تو رو به سمت خودش جذب میکنه. میگی آقا من باید به اون برسم. وقتی بهش فکر میکنی بلند میشی و میجنگی. محرک کشنده ما در استیم مازندران تو روز اول این بود دیگه، مشخص کردیم، گفتیم آقا شاد کردن دل مادران مازندرانی. وقتی اینو بستیم تموم شد.